احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان همراه ما هستند. آقای علوی، تمام برنامه های اقتصادی در جمهوری اسلامی تا امروز با شکست کامل مواجه شده، اما همچنان وعده های گوناگون را از سوی منتخبین خامنه ای میبینیم. به چه امیدی همچنان این وعده ها رو میدن؟ البته این کلمه شکستی که به کار برده شده و شما هم به کار میبرید یک در واقع عنوان است که بسیار ضعیفه برای اینکه بتواند این مشکلات اقتصادی ایران رو که به هر حال خود کارشناسای داخل ایران بحران ها رو بیش از 20 بحران تلقی میکنن، و اگر نگاهی بیندازیم به شاخص های بین المللی، شاخص فساد، شاخص رقابت پذیری، تولیدی بودن اقتصاد و همچنین حکمرانی خوب یا سایر شاخص ها و مقایسه کنیم حتی با کشورهای منطقه، میبینیم که اساسا یک عقبگرد تاریخی به وقوع پیوسته که نمیشه اون رو با تنها شکست توصیف کرد. و البته یکی از نشانه های شکست همین افرادی هستند که الان کاندید شدن. این نشان میده که حاکمیت ولایی اساسا ناتوان از اینکه مدیر بسازه. مقایسه کنیم حتی با نامزدهای پیش از این، مثلا 5 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش، میبینیم یک عقبگردی است از نظر، فرض بکنیم، رعایت برخی از مسائل اخلاقی یا فرزند توانایی یا حتی اطلاع داشتن از وضعیت خود حاکمیت. و از قضا همه این افراد الان منتقد حاکمیت هستن بدون اینکه اسمی از رئیسی ببرن. همشون از فلاکت، از به اصطلاح بیچارگی، ناکارآمدی، فساد صحبت میکنن و خواهان برون رفت هستن، اما خود این افراد سهم خودشون، نقش خودشون رو در این فساد بیان نمیکنن. حال اینکه ما میدونیم که این افراد همشون نقش داشتن و الان هم در عمق فساد و ناکارآمدی هستن. بنابراین کلمه شکست یک کمی در واقع کوچک است برای توصیف وضعیتی که الان مشاهده میشه. اساساً آقای علوی، به نظر شما اقتصاد ایران برای برون رفت از این وضعیت بحرانی اقدامی هست که بتونه انجام بده، چه در حوزه سیاسی و چه اقتصادی، که بتونه از این شرایط بیرون بیاد؟ خب اگر بحرانهایی که توصیف میشه، چیزی ابر بحرانها، نزدیک 20 ابر بحران، من حالا بگذاره یکی دیالوگ، یک گفتگویی بکنیم، از فقط یک بحرانش ما صحبت میکنیم و اون هم به عنوان از تورم افسار گزیده ساختاری که قابل کنترل نیست. من بنا به ادله گوناگون میتونم ادعا بکنم که هیچ کدوم از اینها نمیتونن تنها مشکل تورم رو حل کنن. حالا مشکل اشتغال، کاهش ارزش پول ملی، مسائل زیست محیطی، شکاف طبقاتی و پیامدهای سیاسی و اجتماعی اون، فرض بکنید مثل همین داستان این که اساساً جمعیت ایران داره کاهش پیدا میکنه یا ما شاهد این هستیم که افراد از شهرها کوچ میکنن به حاشیه شهرها یا روستاها، اینها همه بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و اینها رو هیچ کدام از این افراد، یا حتی اگر بگیم تخصص هم هر 6 نفر رو ما انباشته بکنیم و بخوام ازش استفاده کنیم، هیچ کدوم از اینا کارایی ندارن. و البته این تمام مشکل نیست، اساسا دستگاه تقنینی، یعنی خود این مجلسی که به هر حال ما میدونیم اعتباری نداره، در اسفند ماه سال گذشته معلوم شد که اعتبار اینا چقدره، و به اضافه قوه مقننه ای که ما میدانیم که میره سراغ افراد درستکار، افراد پاک، افرادی که تلاش میکنن وظیفه مدنیشون رو انجام بدن، و این قوه اجرایی که الان این 6 نفر یکیشون قرار است که به اصطلاح برگماشته بشه بر اون، هیچ کدوم از این مجموعه نمیتواند مشکلی رو از اقتصاد ایران حل کنه و در رأس اونها خود شخص علی خامنه ای که مسئول حقوقی، سیاسی و البته اخلاقی تمام این پسرفت اقتصاد ایران، پسرفت جامعه ایران رو در میان کشورهای جهان به عهده داره. خیلی متشکرم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان.